یک پژوهشگر اتیوپیایی از وجود نسخه های خطی اسلامی و عربی متعلق به قرن 14 هجری در کشورش خبر داد. حسن محمد کاف پژوهشگر اتیوپیایی در زمینه نسخه های خطی اسلامی و عربی گفت اتیوپی مجموعه ارزشمند از میراث عربی و نسخه های اسلامی نفیس متعلق به قرن 14 هجری را نگهداری می کند. محمد کاف که استاد دانشگاه آدیس آبابا پایتخت اتیوپی است افزود این نسخه های اسلامی و عربی نفیس در مناطق مختلف اتیوپی دیده می شوند این پژوهشگر اتیوپیایی گفت علمای مسلمان اتیوپی قرآن کریم تفسیر حدیث نبوی مدایح و فقه را به صورت دستنویس روی پرچم می نوشتند به ادامه داد نسخه های دستنویس به زبان های محلی مانند امهری، اورومی و تیگرنیایی و سایر زبان که به 11 زبان میرسد نوشته شده است این نسخه های خطی در زمین پزشکی، نجوم و ادبیات است و به شدت مورد استقبال پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. گفتنی شمار زیادی از گنجینه ها و نسخه های خطی اسلامی در موزه بلال آدیس آبابا نگهداری می شود.